خب گوش فرمودیم به سخنرانی خانم دکتر سلماز ابوعلی. Thank you for being here today. My name is Dr. Solmaz Abuali and I'm an author, consultant and three-time world champion in traditional karate. It's an honor. On too many occasions, the global community has witnessed Iranians taking to the streets to protest against fundamentalism, against oppression, against misogyny. بله، زنان ایرانی برای سالیان در مبارزه در خط مقدم مبارزه بر علیه رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران بودند و مجله تایم هم اونها رو به عنوان قهرمانان سال در سال 2022 نامگذاری کرده. در همبستگی با نسلی از ایرانیانی که شورش کردند برای آزادی‌های خودشون، از جمله آزادی انتخابات، آزادی تجمع، برابری از هر جنس اون، چه برابری ملیت‌ها و چه برابری جنسیتی، و پایان دادن به هر گونه سرکوب، ما امروز اینجا هستیم. This charter was introduced by Mrs. Maryam Rajavi. اونها در واقع نقطه انگیزش اونها برای آینده ایران یک در برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی سمبولیزه میشه، برنامه که 20 سال پیش خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ارائه کردند و این برنامه در توسط 124 نفر از رهبران سابق جهان و همچنین 3600 قانونگذار از 661 پارلمان در 40 کشور حمایت میشه. روز شنبه گذشته سالگرد قتل وحشیانه مهسا امینی به دست پلیس رژیم ایران بود. او که یک دختر کرد از شهر سقز بود، توسط نیروهای رژیم ایران به قتل رسید و قتل اون باعث جرقه ای شد و قیامی در ایران به وقوع پیوست. مهسا نه اولین قربانی رژیم بوده و نه آخرین قربانی رژیم ایران. در یک سال گذشته 500 نفر در ایران اعدام شدند و این نشان دهنده گستردگی و افزایش نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران. سازمان مجاهدین خلق ایران در 44 سال گذشته همواره برای سازمان مجاهدین خلق ایران در 44 سال گذشته بدون وقفه در مبارزه برای آزادی هزینه پرداخت کرده. از یک طرف ما شاهد قیام ایران هستیم که در واقع ریشه در 40 سال مقاومت داره و از همچنین ما شاهد نقش زنان و رهبری اونها در مقاومت ایران هستیم که امروز در قیام ایران شاهدش هستیم. ما امروز در سالگرد قیام شهریور 401 هستیم. مهسا امینی، دختر 22 ساله، زیر ضربات رژیم به قتل رسید. آیدا رستمی، دکتر آزاد رستمی، در بین دکتران دیگه از جمله دکترانی بود که به مجروحین قیام رسیدگی می کرد و ایشون یک شب دستگیر شده بودند و به طور وحشیانه شکنجه شد و بعد هم به قتل رسید. شجاعت این زنان به یک تظاهرات گسترده در ایران منجر شد. تاریخ ایران مملو از تظاهرات آزادی خانه و امواج تظاهرات است، چه قبل از انقلاب ضد سلطنتی چه و بعد از اون، که هر کدوم از اینها تغییری رو با خود داشتن. بعد از انقلاب ضد سلطنتی رژیم ایران حجاب اجباری رو
تحمیل کرد به مردم ایران. در اون زمان زنان ایرانی بر علیه این تصمیم به تظاهرات برخواستند و سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان عضوی از شورای ملی مقاومت ایران در خط مقدم قرار داشت. خانم مریم رجوی در طرح ده ماده خودشون به حقوق زنان رو چندین سال گذشته نزدیک به 2 دهه پیش بهش اشاره کردند و تضمین کردند و در این طرح ده ماده ای نوشته شده که زنان ایرانی باید آزاد باشن و ایشون گفتن که نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری. سخنرانیشون به فارسی ادامه میدن. من اینجا هستم به عنوان یک محقق و فعال حقوق بشر، به عنوان دانش آموزی که دوران سیاه اختناق سالهای 60 را دیده است و طعم تلخ شنیدن خبر اعدام دختران و پسران دانش آموز و دانشجوی هم نسلیش را بارها و بارها تجربه کرده است. به عنوان محققی که هر بار در تبعید مقاله علمی چاپ کرده و یا در کنفرانسی علمی سخنرانی کرده، نتوانسته فراموش کند که هزاران هزار جوان پرشور و با استعداد میهنش به دست ماشین کشتار این رژیم در این 4 دهه قتل عام شدند و یا در سیاه چالهایش به زنجیر کشیده شدند. افتخار می کنم در کنار مقاومتی پیشتاز هستم که از زمان خود جلوتر بود و بیش از 40 سال است که فریاد می زند سرنگونی رژیم ملاها شرط لازم برای برقراری آزادی و دموکراسی در ایران است. مقاومتی که سالها کارزار بین المللی دادخواهی و رساندن فریاد مظلومیت مردمش را پایه‌گذاری کرده است.